این موضع که تنها دین من دین راستین است تا چه حد قابل دفاع است؟ آیا باطل دانستن دین دیگران زمینه متهم کردن آنان به ارتداد و الحاد نمی شود؟ سلام. نزاع‌های دینی در لباس‌های متفاوت ظاهر شدند، اما پیروان ادیان درگیر همیشه بر این بنیاد که دین خود را برتر و راستین‌تر پنداشتند در آنها شرکت جستند. تلاش برای یافتن اشتراکات دینی هم آنگونه که تاریخ بشر نشان داده تا حدی برای افزایش مدارا به کار آمده، ولی نه برای امکان صادق دانستن چشم‌اندازی که دیگر ادیان ارائه می‌دهند. انحصارگرایی دینی به معنای تنها راستین دانستن دین خود به چه پیامدهای نظری و چه رفتاری نزد دینداران می انجامد؟ آیا می توان دین خود را راستین دانست و از ملحد یا مرتد دانستن دیگران پرهیز کرد؟ آیا می توان اعتقاد به خدای راستین را در انحصار خود دانست و امکان رستگاری پیروان دیگر ادیان و یا دیگر آدمیان را گشوده دید؟ ولی آیا انحصار دینی ضرورتاً به پیامدهایی که امروزه در جوامع دینداران می‌بینیم می‌انجامد، یا می‌توان از نظر اعتقادی انحصارگرا بود و آزار دیگران پیش نکرد؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. آرش نراقی، پژوهشگر دینی، می‌گوید انحصارگرایی دینی به معنای تنها راستین دانستن دین خود موزه قابل دفاع است، ولی میگوید چنین موزه پیامدهای اعتقادی رایج در جوامع اسلامی را ضرورتا ندارد. یاسر میردامادی، او هم پژوهشگر دینی، به کثرت انگاری دینی اعتقاد دارد و میگوید تنها از این راه میتوان از گرفتاری های ناشی از نزاع‌های دینی گریخت. خیلی خوش آمدید آقای نراقی. شما ابتدا به ما بگید که از چه نسخه ای از انحصارگرایی دینی دفاع میکنید؟ منظورتون چی هست؟ بله، عرض کنم خدمت شما که انحصارگرایی که مورد توجه و قبول منه در واقع دو قسمت داره. یکیش در واقع نوع انحصارگرایی تحقیقی در مقام معرفت است و به همراه نوع کثرت‌گرایی در مقام رستگاری. مقصود من از انحصارگرایی تحقیقی در مقام معرفت این است که فرد معتقد باشد دست کم گزارهای ناظر به ارکان دین خودش صادق است و در نتیجه تمام ادیان یا ایدئولوژی هایی که متضمن گزارهای نقیض اون باورها هستند دست کم تا اون حد متضمن کذبند. نکته سوم این است که فرد تا حد قابل ملاحظه یا تا حد کافی از محتوای ادیان رقیب مطلع باشه. نکته چهارم این است که در این حال اذعان بکند که در سنت‌های دینی رقیب نمونه‌های اصیلی از شکوفایی معنوی، عرض کنم که صداقت اخلاقی وجود داره که الهام بخش است و در خور ستایش، و نهایتاً شرط آخر این استش که فرد بداند که دلایلی که در اختیار داره برای تحکیم مواضع خودش لزوماً افراد دیگر را قانع نخواهد کرد. توجه می‌کنید؟ اگر فردی بر مبنای دلایل و تجربه‌های موجه معتقد باشه که باورهای اصلی دین خودش صادق است و در این مقام نسبت به موارد ناقض و انتقادات وارد بر دین خودش حساس باشه، من به این فرد میگم یک فرد انحصارگرای محقق. این موضع انحصارگرای تحقیقی در مقام معرفته. اما این موضع به اصطلاح انحصارگرایی در مقام معرفت رو ما میتونیم ملازم بکنیم با نوعی کثرت‌گرایی در مقام رستگاری. مقصود من از کثرت‌گرایی در مقام رستگاری این استش که شما معتقد باشید که صداقت در مقام سلوک فکری و معنوی و زیست اخلاقی شرط کافی است برای رستگاری، و نکته دوم این است که معتقد باشید
باورهای صادق دینی شرط لازم سطوح عالی رستگاری هست. معناش این خواهد بود که برای مثال فرض کنید که کاملا ممکن است که یه شخصی به باورهای دینی من معتقد نباشه، اما در زندگی شخصیش در سلوک فکری و معنوی صادق باشه و یه زیست اخلاقی داشته باشه، این فرد رستگار است. و معناش این استش که ممکنه کسی همکیش من باشه، یعنی به باورهای دینی صادق معتقد باشه، اما زندگیش در مقام سلوک فکری معنوی اخلاقی غیره نباشه، این فرد از رستگاری محروم خواهد بود. و معناش این استش که کسی که این دو شرط رو توأمن داره، یعنی اون شرط کافی و این شرط لازم رو با هم داره، این فرد میتوانه امیدوار باشه که مراتب عالی تری از رستگاری و تقرب رو نصیب ببره. شما در این نسختون از انحصارگرای دینی به این ترتیب مراتب متفاوتی از رستگاری دارید ترسیم کنید. بله، یعنی یه سطح عام رستگاری در واقع در اختیار هر کسی است که صداقت فکری معنوی و زیست اخلاقی داره، یه سطوح عالی تریش در اختیار کسانی قرار میگیره که در انحصار کسانی، به این معنا یه نوعی از انحصارگرایی در رستگاری هم هست دیگه، برای اینکه شما یه سطوحی رو در انحصار کسانی میدانید که اون شروط رو منتها با این توجه که به صرف داشتن باورهای صادق فرد به اون سطح نمیرسه، فرد باید شرط دیگر یعنی صداقت در مقام سلوک فکری عملی و زیست اخلاقی رو هم احراز بکنه. بله. تا به اون حد برسه. بعد نکته دیگری که من مایلم برش تاکید کنم این استش که این نوع به اصطلاح انحصارگرایی تحقیقی در مقابل انحصارگرایی جزمندیشانه یا تقلیدی شکل میگیره، که در انحصارگرایی جزمندیشانه فرد نه تنها باورهای خودش رو بر مبانی تقلیدی و غیر تحقیقی، یعنی بدون اتکای به دلایل و تجربه های معرفت بخش حاصل کرده، بلکه علاوه بر اون نسبت به موارد ناقض و انتقاداتی که از بیرون نسبت به باورهای او میشم حساسیت نداره. این نکته است. نکته دیگری هم که مایلم اضافه کنم این استش که انحصارگرایی دینی محققانه به این معنا پدیده تنوع ادیان رو به رسمیت میشناسه و معتقده که تنوع ادیان اتفاقاً برای تحقق انحصارگرایی تحقیقی شرط لازم است. برای اینکه ما عموماً وقتی با پدیده تنوع ادیان روبرو میشیم، فرد انحصارگرا خود رو ملزم میداند که برگرده و باورهای دینی خودش رو مورد بازبینی قرار بده تا ببینه از کوره این تحقیق سرفراز بیرون میاد یا نمیاد. اما ما به علت تعلقات شخصی که نسبت به باورهای خودمون داریم معمولاً در مقام نقد و بازبینی آسانگیرتریم نسبت به باورهای خودمون. در اینجاست که ما باید این فضا رو در جامعه ایجاد بکنیم که اصحاب و ارباب ادیان مختلف در جامعه قطعا صدا داشته باشن، بتونن مواضع خودشون رو بیان بکنن و در کوران این تضارب آرا در میان ارباب ادیان و مخالفان دین است که من میتونم معتقد بشم که باورهام تحقیقی هست. نکته آخرم من اضافه کنم این استش که انحصارگرای تحقیقی به این معنا حق ناحق بودن رو برای مخالفان خودش به رسمیت میشناسه، یعنی صادق بودن در باور به معنای نیست که شما حق ویژه در اجتماع دارید، اگر کسی باور صادق داره شما میتوانید او را از حقوق انسانی اجتماعی مدنیش محروم کنید. کسی باور ناصادق داره، کسی که باور کاذب داره از حقوق انسانیش محروم نمیشه. آقای میردامادی، آیا این درجه از انعطاف در انحصارگرایی تحقیقی که آقای نراقی برشمردن میتونه شمایی که به کثرت انگاری دینی اعتقاد داری رو راضی بکنه؟ بسیار از اشکالاتی که به نسخه های رایج انحصارگرایی دینی وارده به نسخه جناب دکتر نراقی وارد نیست، از جمله همینطور که در عنوان آوردن که محققان است. با این حال همچنان به نظرم میاد که میشه گفت حق امر الوهی the divine رو با دیدگاه کثرت انگار بهتر میشه ادا کرد. من دو تا استدلال میخوام بیارم اینجا به سود کثرت انگاری دینی که روی همین حق امر الوهی تاکید میکنه. استدلال اول استدلال فرازینگی است، یا استدلال از تعالی به سود کثرت انگاری دینی.
مطابق تعریف خداوند متعالی فرازین است و تعالی خداوند اقتضای این رو داره که منحصر در یک دین و مذهب نباشه. مثلا از امام صادق پرسیدن که الله اکبر که در واقع شعار فرازینگی یا تعالی، یعنی خداوند از همه اشیا از هر چیزی بزرگتره، و امام گفت که نه، حتی بالاتر از اوناست که به تصور درآید. به نظر تصور این که یه دین میتونه حقانیت رو به نحو انحصاری در دست داشته باشه با فرازینگی خداوند سازگار نیست. بر این اساس اگر تجلی الهی صرفاً در یک دین نباشه و متکثر باشه، چه بسا بهترین تبیین تکثر تجلی الهی این است که کثرت انگاری قابل دفاع. این استدلال اول به سود کثرت انگاری دین. استدلال دومی که میشه آورد استدلال بیکرانگی به سود کثرت انگاری دین، به این صورت که خداوند مطابق تعریف بیکران است، کرانمند نیست. بر این اساس خداوند گویی تجلیش پخشه، همه جا با تجلیات الهی سر کار داریم، و بهترین تبیین از پخش بودن تجلی امر الهی کثرت انگاری دینی. تجلی امر الهی یه چیز، راستین بودن هر کدوم از این ادیانی که تجلی امر الهی درشون هست یه چیز دیگه است ها. چون شما میتونید در دینی، حتی نه در ادیان، در مفاهیمی، در کسانی، حتی در اشیایی تجلی رو ببینی، اما این فرق داره با راستین دانستن، نه؟ فرق داره و مرتبطه در این حال. به این معنی که اگر بتونیم نشون بدیم که ادیان و مذاهبی که چارچوب اخلاقی دارند، اونها همگی کم و بیش راستینن، به این معنی که محل تجلی امر الهی هن، اگر این رو بتونیم نشون بدیم، یعنی تجلی نشانه راستین بودن اون دینه، اون وقت ما به کثرت انگاری دینی میرسیم. ببینید مثلا ابن عربی خیلی یه حدیثی رو خیلی دوست داره که در متون حدیثی هم حدیث صحیح خوانده شده از پیامبر، که میگه در روز قیامت خداوند به هر قومی به اون صورتی که بهشون متجلی میشده متجلی نمیشه، به یه صورت دیگه متجلی میشه. قوم که خدا رو میبینن میگن این خدا نیست، انکارش میکنه. بعد خدا بر همون قوم دوباره به صورتی که همیشه بهشون متجلی میشده تجلی میکنه و اون قوم خدا رو میپذیره. در واقع استفاده‌ای که ابن عربی می‌کنه این است که تجلیات متعدد امر الهی رو اگر کسی منکر بشه، از دیدگاه ابن عربی چه بسا حقیقت امر الوهی رو ادا نکرده. حتی قرآن هم به نظر من دیدگاه جالبی داره. اون در واقع نزاع مذهبی که میان مسیحیان و یهودیان وجود داشته که هر کدوم لست علی شیء، یعنی باطلید، مسیح میگفته یهودی باطله و بالعکس، قرآن میگه بیاید این دیدگاه رو کنار بگذاریم، در مورد اختلافات شما من روز قیامت داوری میکنم، و بیایید اصطلاحاً مسابقه در خیرات بذاریم، در این دنیا در مورد نیکی ها با هم مسابقه بذاریم. به این اساس به نظر من یک حقیقت امر الوهی رو دیدگاه کثرت انگار بهتر ادا میکنه. این در واقع امتیاز نظریشه. به احیاناً انحصارگیری، بله، البته انحصارگیری تحقیقی کمتر، ولی انحصارگیری غیر تحقیقی بیشتر این ترجیح داره، و حتی به شمولگرایی دینی. فراموش نکنیم که دیدگاه میانه هم وجود داره. چی هست شمولگرایی؟ شمولگرایی دینی یه دیدگاهی است میانه انحصارگرایی یه دینی و کثرت‌گرایی، و میگه که یک دین حقانیت بیشتری داره ولی ادیان دیگه هم به درجات پایین تری از حقانیت برخوردن. بسیار خب، فقط این سوال رو جواب بدید که شما به عنوان یک کثرت انگار دینی مرز رو کجا میگذاری برای مثلا رستگاری آدمیان یا برای صدق دین، ایدئولوژی، اعتقاد؟ یه جایی شما باید یک مرزی بگذارید و بگید بیرون از اینها دیگه نمیشه صادق دونستنشون. سوال خیلی خوبیه، ولی دو تا بخش داره. در مورد رستگاری که بنده و جناب دکتر نرقی با هم موافقیم، ایشون هم کثرت انگار رستگاره. بله. و این اساس کسی که از کثرت انگار رستگار با در مراتب پایین، ایشون مراتب درسته. در واقع به یک معنا ایشون انحصارگرا است، چون میگه مراتب درسته. بالا در اختیار کسانی است که دین راستین دارن و سلوک خوب دارن. تعبیر دقیق خواهیم رسید. تعبیر دقیق. در یه جایی که در یه مرتبه ایشون هم کثرت انگار صدقه، خب اونجا که اختلاف نظر نداره. ولی یه جایی اختلاف نظر وجود داره که اونو بهش میرسیم. پس برسیم به حقانیت، به صدق. کثرت انگاری صدق رو جناب دکتر نراقی قائل نیستن. بله. و اختلاف
نقطه اصلی اختلاف ما اونجاست به نظر. بله، ولی به رستگاری هم بله. سررازی میکنم در مورد سوال من. آره، سوال شما رو میخوام جواب بدم. پاسخ این است که مادامی که کسی کم و بیش اولش دینیه و ثانیا یه چارچوب اخلاقی داره، خب اون از حقانیت برخورداره. ولی اگر کسی رستگاری رو بذاریم کنار، اما اگر کسی معتقده که این جهان و ظاهرش همه آن چیزی که هست، این رو تمام ادیان، حتی آیین هندو، حتی آیین بودا منکرن، میگن این جهان یه پشتی داره، اگه میخوای به حقیقت این جهان برسی باید این جهان رو به تعبیری پشت رو کنی. خواهی کسی رو منکر بشه، به نظر من از حقانیت، یعنی کلن ادیان رو منکر بشه، از حقانیت برخوردار نیست. به این اساس موضعی که من میگم نسبی انگارانه نیست. یعنی نمیگم هر کی هر چی گفت برای خودش حقیقته. کسی گفت مثلا این جهان به قول قدیما دهری بود، این جهان همه این چیزی که هست. بس میگیم خب تو هم از حقانیت برخورداری. موضعی که من میگم کست انگارانه است، ولی نسبی انگارانه نیست. و کسی که به قول قدیمی یا دهریه یا به قول امروزی یا در واقع ایفیست یا سکولاریسته رو از حقانیت برخوردار نمیدونه. بسیار خب، اینها رو بیرون نگه میدارید شما، این مرز رو بین در حقانیت ها رستگاری داستان دیگریست. رجبون هم صحبت خواهیم کرد. این نسخه که آقای یاسر میردامادی دادن، کثرت انگاری دینی، ایراد شما بهش چیه؟ بعضی از ادیان هستند که معتقدند که شما حیات پس از مرگ وجود داره، ولی این حیات غیر شخصیه. بعضی معتقد به حیات پس از مرگ در شکل تناسخند، بعضی معتقد به حیات پس از مرگ به شکل شخصیند. خب این اینا که همش با هم نمیتونه صادق باشه و مشکل بسرا یک امر واحد که تجلیات مختلف میکنه، این مشکل تاریخی رو حل نمیکنه که آیا بالاخره عیسی این فرد مرده را از مرگ به زندگی برگردون یا نه، یا آیا بالاخره عیسی پسر خدا بوده یا نه، یا نبوده. توجه میکنید در اینجا شما وقتی یه موضعی رو صادق میدونید، به اقتضای منطق باید موضع نقیضش رو کاذب بدونید. این یه نکته است. نکته دومم این استش که به نظر من میاد که آقای موضعی که آقای دکتر میردامادی ازش دفاع میکنن، واقعش این است که ایشون در کثرت‌گرایی خودشون انحصارگران. یعنی ببینید، ایشون که معتقدن کثرت‌گرایی موضع صادقیه، معناش اینه که موضع انحصارگرایانه من رو لاجرم باید کاذب بدونن و در این موضع باید انحصارگرا باشن. وقتی که به غیر دینداران هم میرسیم، ایشان موضع انحصارگرایانه اختیار میکنن. یعنی اگر منطق ایشون رو به چه شکل وقتی به دینداران میرسیم موضعشون انحصارگرا، یعنی در واقع ایشون میگن که یه بخشی از دینداران یعنی میگن که این موضعی که دین یه معتقد به یک امر استعلایی است، موضع صادقی است، و کسانی که منکر این موضعن موضعشون باطل است و حق در این زمینه با ماست. یعنی ایشون هم یه جایی باید مرزی بگذاره. بله، و خود همین بله، یعنی ایشون هم نسبت به مخالفان دین و هم نسبت به موضع کثرت‌گرایی موضع انحصارگرایانه. جوابشون چیه؟ کاملا درسته، اما در صورتی این میتونست اشکالی به دیدگاه من باشه که من میگفتم که انحصارگراها از آن رو که انحصار یک موضع انحصاری گرفتن و صرف موضع انحصاری گرفتن تبختر و چه و چه و چه میاره، که این گاهی این استدلال علیه انحصارگرایی اقامه شده، پس انحصارگرایی باطله. من توجه داشتم که این اشکال وارد نکنم، چون اشکال وارد نیست، برای اینکه شما هر موضعی که بگیرید یه سری موضوعهای دیگر رو کنار میگذارید و به انحصار، این اشکالی که خیلی هم رایجه به انحصارگرایی دینی وارد نیست. اشکالی که من به انحصار این که ساده تر باشه، برای در واقع شما این ایراد رو به انحصارگرایی دینی نمیگیرید که باطله. من این ایراد رو نمیگیرم که چون انحصارگرایانه است و هر موضع انحصارگرایانه باطل است، حالا چون به تبختر و چه و چه میانجام است، پس انحصارگرایی باطله. من اینو نمیگیرم، چون میدونم که در هر موضعی شما، هر موضعی حتی موضع کثرت انگاری که من گرفتم، خودش یعنی که دیدگاه شمولگرایی و انحصارگرایی قابل دفاع نیست. به این اساس این اشکال من نمیگه. اشکالی که من گرفتم، گفتم در واقع حقیقت امر الوهی رو ادا نمی‌کنه. البته اشکال دیگه هم دارم که در مقایسه با دیدگاه بدیل بیشتر مستعد خشونته، ولی اینم پسینیه نه پیشینی، یعنی تجربیه. به اساس بله، من که این ادعا رو گرفتم، این انحصارگرایی دینی رو باطل میدونم، شمولگرایی رو قابل دفاع نمیدونم. و ضمن کسانی رو که اساساً امر الوهی رو قائل نیستن با همه تفسیراش که آیین بودا و هندو توش میگنجه، اونا هم به نظرم قابل دفاع نیست. بگذارید روی این نکته تعدی متمرکز شیم که
به گفته ایشون انحصارگرایی دینی، هر چقدر هم شما بخواید تلطیفش کنید، این استعداد رو حداقل داره که به گذاشتن عده‌ای در بیرون از این حیطه و بعد تکفیرشون، مرتد دونستنشون، ملحد دونستنشون و خشونت ورزی نسبت بهشون بیانجامه. ببینید این اصل موضع انحصارگرایان که هیچگونه این اقتضاعات رو نداره. اونی که به لحاظ تاریخی به این خشونت ها انجام میده جذب‌اندیشی بوده که شما همراه با انحصارگرایی کردید. اون جذب‌اندیشی نداره آقای نراقی، برای اینکه اون اصلی که میگید نیست، در واقع هست به این معنی که انحصارگرایی قدم اول رو در دیگر سازی برمی‌داره دیگه. من یا غیر از اینه، اونی که معتقد به صدق لاجرم این دیگر سازی رو میکنه، ولی مشکل نیست. ببینید جناب آقای دکتر میردامادی معتقدن که موضعشون صادق است و موضع من کاذبه، اما ایشون به موضع من احترام میذارن. ایشون یعنی ایشون در موضع خودشون انحصارگران، اما اینکه انحصارگران معنیش نیست که ایشون حقوق من رو نادیده میگیرن، نسبت به من خشونت میفرزند. اونی که به این نتایج میانجامه اتخاذ موضع انحصارگرایانه نیست، تلفیق انحصارگرایی با جذب‌اندیشیه. جذب‌اندیشیه که به اینجا میرسه، یعنی شما به جای اینکه با طرف مقابل وارد گفتگو بشید، در اینجا سعی میکنید طرف رو از طریق قدرت مقهور نظرتون بکنید. بله، ما راجع به فرد خاصی صحبت نمیکنیم، راجع به شما با آقای میردامادی صحبت نمیکنیم. انحصارگرایی دینی وقتی که با یک سری نهادها، یک سری امتیازها همراه بشه، این استعداد به منصه ظهور میرسه که دیگر سازی کنه و اعمال خشونت کنه علیه دیگری. یعنی شما شخص خودت رو نباید در نظر بگیری در بحث انحصارگرایی دینی. در تسری یافتن انحصارگرایی دینی به جوامع هست که این استعدادا بروز پیدا میکنه. شما دارید از تقارن به علیت استدلال میکنید. من به نظرم این حرکت محتاج مقدمات بیشتری. من قبول دارم که مواضع انحصارگرایانه قرین خشونت بودند، ولی عرض من این استش که علتش انحصارگرایی نبوده، علتش جذب‌اندیشی بوده. دیگه بوده، یعنی انحصارگرایی جذب‌اندیشانه است که به خشونت میانجامه و کسرتگرایی جذب‌اندیشانه میتونه معید به نتیجه خشونت بیانجامه. اما من اجازه میدید این نکته رو عرض بکنم درباره کسرتگرایی. ببینید موضعی که آیه دکتر میردامادی مطرح کردن به نظرم محتاج توضیح بیشتره. ببینید این موضعی که یه امر مطلق متعالی وجود داره و این تصورات مختلف خداوند انعکاسی از اون امرن رو دو جور میشه تفسیر کرد که من مایلم ایشون روشن کنن کدوم مد نظرشونه. یه مدلی این مدل به اصطلاح بت عیاریه، هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. شما فکر کنید یه پادشاهی که میخواد و از اوضاع میان رعایاش با خبر بشه، هر روز یه لباس مبدل میپوشه، یه شکلی پیدا میکنه و به نزد رعایاش میره. در اینجا وقتی که رعایا ایشون رو در شکل الف میبینن یا شکل به یک فرده که اشکال لباس های این یه مدله. یه مدل دیگه رو شما میتونید بگید مدل به اصطلاح منظره الهام بخش. شما فرض کنید که یه مجموعه نقاش مثلا فرض کنید که امپرسیونیست اومدن و از یه منظره میخوان نقاشی بکشن. هر کدومشون به تناسب سبک خودشون و تأثیری که از منظره پذیرفتن یه نقاشی خاص میکشن. این نقاشی ها محصول این نقاشان است، فقط از اون منظره الهام گرفته. حالا سوال من اینه که کسرتگراییشون از کدوم جسم؟ بله. بوت عیاریه یا دوم؟ پرسش بسیار مهمه است. با مفهوم تجلی در واقع به پیشواز پاسخ به این پرسش خیلی مهم رفتم. ترکیب هر دوه، یعنی اشکال جان هیک. جان هیک یک کسرت انگار مهمی است که در واقع این بحث رو همه ما مدیون او هستیم و البته دیگران. بله. مدل کسرت انگاری که جان هیک و کسانی که از او پیروی کردن میگن، اشکالش به نظر من اینه که او تمام این کثرت ها رو میبره به تصورات متفاوت آدم ها، گویی امر الوهی یه جایی به صورت خیلی منفعلی است و آدم ها متفاوت او رو درک میکنه. به اون نسخه اولی که آقای نسخه دوم نزدیک به نسخه دوم، یعنی پرسپکتیف پرسپکتیف به نقطه پرسپکتیف، یعنی یکی اینجا واسطه تکون نمیخوره، حالا یکی مثلا او رو اکسپرسیونیستی میکشه، یکی واقع گرایانه. و اشکال این مدل کثرت انگاری اینه که در واقع حق سنن ادیان رو ادا نمی‌کنه و نسبتش با امر الوهی رو. ولی مدلی که من چیز می‌کنم که از ابن عربی الهام گرفته، در واقع اون حالا به شما تعبیر کردن بت عیار، من میگم تجلی، در واقع خود ترکیبی از
فهم متفاوت ما از امر الوهی، ولی امر الوهی هم بر اساس اون حدیثی که از ابن عربی از پیامبر میاره تجلیهای مختلف داره، یعنی در لباسهای مختلفی. در یک جا مثلا در آیین هندو به نظر میرسه که در قالب همه خدایی خودشو نشون داده، در آیین بودا به نظر میرسه طوری نشون داده که گویی شخصوار نیست، در ادیان ابراهیمی خودشو شخصوار نشون. اینا همه تجلیات امر الوهی، اما همون تجلی هم تلقی های مختلف ازش صورت گرفته و این اساس اون مدلی که تو گفتین ترکیب هر دوست. حالا این نکته، اولا من به نظرم میاد که خودی هیک که البته به صراحت میگه که بعد از نقد هایی که کوین بهش کرد به صراحت میگه که نظر من اتفاقا اولیه نه دومی، اما این مشکل به اصطلاح هرمنوتیک متن من با اون کار ندارم. من بیام به نکته شما، اولا این دو تا مدل با هم ناسازگارن، یعنی با هم جمع نمیشن، میتونیم دربارش گفتگو کنیم، ولی به نظرم میاد که شما در واقع به مدل اول نزدیکترید. اگر به مدل اول که در واقع خود هیکم میگه من مدل بت عیار رو ترجیح میدم، وقتی مشکلی پیش میاد و اون مشکل این است که شما باید بگید که تمام الهیات ادیان، یعنی خداشناسی ادیان، در واقع تصویرشون از خداوند باطل بوده. یعنی شما باید یه موضع ضد رئالیستی در حوزه خداشناسی این ادیان اختیار کنید. بنابراین خدایانی که در ادیان معرفی میشن، چه خدای متشخص چه خدای نامتشخص، اینا رو شما باید ضد رئالیستی تفسیر کنید و به این باید اضافه کنید یه الهیات تماما سلبی درباره اون امر مطلقی که منشأ این تجلیاته. بله. اون وقت به نظرم میاد که اگر شما این جمع رو بپذیرید، اون وقت در واقع شما یه الهیات کاملا متفاوت دارید، میگید که مستلزمش کثرت‌گرایی نیست، نفی الهیات این ادیان مختلف. خیلی کوتاه بخوام پاسخ بدم، نه لزوما. در واقع مدلی که با توضیح ابن عربی دادم این است که خداوند تجلیات متفاوتی داره، فهم ما از اون، یعنی جمع کردن بین دو مدل اینجاست، فهم ما از هر کدوم از این تجلیات هم میتونه متفاوت باشه. بر این اساس اینطوری نیست که الهیات ادیان کاذب بشه، چون همه اونا چون تجلیات امر الوهی هستند نسبتی با امر الوهی دارن، گرچه حالا حداقل تفاوت نظر داریم گویا در فهم از کانت. کانت که میگه او خداوند اصلا فرامقوله است، یعنی اصلا اینا هیچ کدوم نسبتی نداره، اینا همش فهمای فرهنگیه، ولی در این مدل اینا همه تجلیات مختلف امر الوهی هستند و این اساس الهیات هیچ دینی کاذب نمیشه، ولی انحصارگرایی کاذب میشه. یعنی وقتی یه قوم خدا به صورت دیگه متجلی میشه میگه این خدا نیست، مطابق اون حدیثی که نبی ابن عربی از نبی میاره، اون انحصارگرایی که اشتباهه، نه اون که اون تجلی بله. تجلی خدا نیست. بله. حالا که اشاره کردید به کانت، بید این نقد مهم به انحصارگرایی دینی رو اینجا طرح کنیم که از جانب بعضی از فیلسوفان مطرح شده که میگن دیدگاه انحصارگرایی دینی دیدگاه پیشاکانتیه، یعنی زمانی که تصور میشد که ما به کنه حقایق از جمله حقایق دینی میتونیم دست پیدا بکنیم، در صورتی که کانت نشون داد که فهم شما از خدا، فهم دینی شما انضمامیه، به عبارتی تخت بند زمان و مکان، تخت بند فرهنگی است که در اون رشد کردید. اگر چنین هست، آیا واقعا انحصارگرایی دینی قابل دفاع خواهد بود؟ یعنی شما در چارچوبی که درش زندگی میکنید، در این زمان، در این پشتوانه دینی به این فهم دینی رسیدید، و اگر کسی در یک زمینه دیگه، در یک زمان دیگه به فهم دیگه رسیده، واقعا تصور این که شما بتونید اون رو باطل بدونید بسیار دشواره. بله، ببینید، این یکی از انتقادات مهمی که به انحصارگرایی میشه اینه که میگه بالاخره شما باورایی که آوردید ناشی از دینی بوده که درش متولد شدید، زمانی بوده که درش متولد شدید، و این نکته درستیه. یعنی فرض کنید که اگه بنده در هندوستان در یک خانواده هندو متولد میشدم، به احتمال زیاد الان هندو بودم، اما این به نظرم دلیل کافی برای نفی انحصارگرایی محققانه نیست. چرا؟ برای اینکه فرض کنید که دلیلی که بنده و شما معتقدیم که خورشید مرکز منظومه شمسیه و زمین به دورش می‌گرده اینه که در یه دوره مثلا فرض کنید که بعد از کپلر و کوپرنیک مثلا متولد شدیم، از این دانش تأثیر پذیرفتیم. اگه بنده و شما در زمان فرض کنید که بطلمیوس در یونان متولد می‌شدیم، خلاف این رو. ولی آیا حقایق دینی از سنخ حقایق علمی فرق دارن اینها؟ اینکه خورشید رو شما مرکز زمین بدونی، این با یه
در واقع در یک روندی درست. به اثبات رسیده، حقایق دینی متفاوتن. پس شما دارید تبصره میزنید. تبصره به این معنی که فهم این... علمی تخت بند زمان و مکان نیست، حداقل این در واقع نظریه پذیرفته شده است. یعنی ببینید شما اول، بنابراین استدلال شما تغییر کرد. شما میگید از این که باوری که ما داریم محصول زمان و مکان ماست میشه در صدقش تردید کرد. من مثال نقض بطلم جوش دادم این که این تقریر درست نیست، برای اینکه ما باورهایی داریم که تخت بند زمان ما هستند، ولی در این حال میشه از صدقشون دفاع کرد. این یه نکته. نکته دوم که برمیگرده به کانت، ببینید موضع کانت رو شما لزومی نداره که به حد شکاکیت برسونید. مادامی که شما معتقدید که ما میتوانیم به نحو معقول و موجه از صدق یک باور دفاع کنیم، معناش اینه که شما به نحو معقول و موجه میتونید به کذب نقیض اون گزاره معتقد باشید. این اشاره راضی میکنه این ولی قبل از اون خیلی سریع اشاره کنم دوباره که دو تا اشکال به انحصار گرای دینی وارد نیست. یکی اشکال اولی که به صرف اینکه انحصار گرایان است باطله، به صرف که بحثشو کردیم. اشکال دوم اینه که من مثلا خانواده مسلمان بودم، پس مسلمان شدم، پس این باورها همشون متکثرن، که دکتر نراقی جواب خوبی داد. به نظرم اینم وارد، اگه دقت کنید من هیچ کدوم دو اشکال رو وارد نکردم، چون اینو در مورد اخلاقم میشه گفت. اینه که من مثلا تجاوز رو محکوم میکنم توی خانواده‌ای بودم. به نظر اونطوری بخوایم به شکاکیت میانجام. اما برسم پرسش شما، ببینید لزوماً این گونه نیست که اگر شما یک گزاره‌ای رو باور داشتید نقیضش لزوماً کاذب باشه. در مدل تجلی که من عرض کردم، اینی که خدا در واقع تجلی در چند خدایی داره، در آینه بودا تجلیش به صورت غیر شخصواره، اینا با هم کاذبه. ولی در این مدل در عین کاذب بودن لزومن اینطوری نیست که ارتباطش با امر الوهی قطع بشه، در نتیجه حتما باید یکی از اینا رو اتخاذ کنیم و دیگری رو نفی کنیم. نه، میتونیم بین اینها جمع کنیم. یک، این حقیقت امر الوهی رو ادا میکنه بهتر از مدل‌های رقیب، و دو که حالا باید این هم یه ذره بیشتر باز کنیم، در مقایسه با مدل‌های رقیب کمتر مستعد خشونته. برای اینکه من هندو رو که می‌بینم، حالا بگذریم از اینکه شانکارا و اینا که اصلا نسخه‌های توحیدی آیین هندو هستند، من دارم نسخه‌های چند خداییشو میگم، بله. اونو که می‌بینم اون احساس نمی‌کنم که اون باطله. اگر یه یهودی رو می‌بینم، یه بهائی رو می‌بینم، احساس می‌کنم اون باطله. به عنوان مسلمان نه اینکه بعد از اسلامم دست بکشم، بله. من معتقد هستی به همین دلیل گشوده‌تر خواهی بود. بله. اما یه نقدی هست که هم به نگاه آقای نراقی میتونه وارد بشه، هم تا حدی به نگاه شما. اونم این است که این که شما یک گروهی از آدمیان رو در این درون، در این حیطه حقانیت قرار بدید، تا چه حد با عدالت خدایی سازگاره؟ برای اینکه شما دارید میگید که هندوها، بودیست‌ها، مسلمان‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و ادیان دیگه که تجلی های متفاوت هستند از امر متعالی، اینها در این حیطه هستند و من اینا رو برحق میدونم. اگر کسی بیاد بگه که من بیرون از این حیطه زاده شدم، بیرون از این حیطه پرورده شدم و دسترسی به این پیام ها نداشتم، و چرا باید من از حقانیت محروم بشم؟ بحث رستگاری نیست ها، که گفتید هر دوی شما یک نظر دارید. چرا من باید دسترسی نداشته باشم به برداشت برحقی از خدا؟ در حق من عدالت ورزیده نشده. جواب چه خواهد بود؟ اگه برگردیم به رستگاری، همون فردی که رستگاری نیست، میخواد ببرید روش حقانیت. بحث حقانیته. بله. این بازگشت، چرا من در معرض امر حقانی قرار نگرفتم؟ برای چی به من این تصور، برای چی به من این امکان داده نشده؟ خیلی پاسخهای زیادی میشه بهش داد، چون نمیخوام زیادش کنم. این است که یه پاسخی که متکلمان مسلمان و البته حتی یهودی مسیحی کلاسیک میدادن این است که خب به خاطر همین ما به روز بازپسین یا قیامت نیاز داریم، که اون کسانی که در این دنیا محروم بودن، حالا مثلا یه جایی بوده اصلا هیچ دینی بهش نرسیده، از حقانیت محروم بودن ولی آدم اصیلی بوده، اون دنیا او هم به دیدار حضرت حق که بالاترین هدف هستیه نائل میاد، به این اساس اون جبران میشه اونجا. و این اساس در مجموع عدم عدالت در این جهان، گفت دور فلکی یکسره بر منهج
عدل نیست. البته تو شعرش کرد این جهان عادلانه نیست، به خاطر همین در دیدگاه دینی یه روز با دینی ما اون عدالت این روز اون عدالت باید نیاز به یه روز بازپسینی داره که در اونجا اون کسانی که اصطلاحا مستضعف یعنی دور افتاده از حقانیت بودن اونها هم به خاطر خلوصشون به دیدار حضرت حق نائل بیان. من موضوعم اندکی متفاوته با آقای دکتر میردامادی. ببینید من به نظرم میاد که مسئله عدالت خداوند مسئله جدیه، اما عرض من این استش که این منحصر به این مورد نیست، برای اینکه اصل تفاوت در این جهان وجود داره. شما ممکنه اصل تفاوت رو ناعادلانه بدونید، اون یه بحث مختلفی. مثلا فرض کنید که آدمایی که مثلا در عصر یونان باستان به دنیا اومدن از بسیاری از حقایقی که امروز برای ما آشکار شده محرومن، توجه میکنید، و ما از بسیاری از حقایقی که 100 سال دیگه آشکار میشه محرومیم. بنابراین به واسطه تختبندی ما نسبت به زمان و مکان ما همیشه به یه حقایقی دسترسی داریم، از یه حقایقی محرومیم. حالا این مغایر عدالت خداونده، من میگم اگر هست منحصر به بحث انحصارگرایی و غیره نیست، و اگر نیست هیچ جا نیست، توجه میکنید. این یه نکته است. ولی من میخوام یه نکته رو باز برگردم به فرمایش آقای دکتر میردامادی راجع به کثرت‌گرایی. ببینید کثرت‌گرایی که ایشون ازش دفاع میکنن چند تا پیش‌فرض داره که اتفاقا قابل دفاع نیست. ببینید نکته اول این استش که فرض ایشون این استش که ما یه امر استعلایی واحد داریم، ولی این فرض از کجا اومده؟ نکته اول. نکته دوم این استش که این ایده که کثرت‌گرایی که ایشون ازش دفاع میکنن اینه که یه امر استعلایی واحد، بقیه ادیان تجلیات اون امر استعلایی، همون نسخه ای که به گفته شما جان هیک میدید. بله بله بله. حالا عرض من اینه، بنابراین در نسخه کثرت‌گرایی شما بودایای تبتی چی میشن؟ اونا که اصلا به امر استعلایی معتقد نیستن. بله. اونا به نوعی حقیقت قایی قائلن. حقیقت قاییشون استعلایی نیست، ترانسندنت نیست. به چه معنی ترانسندنت؟ یعنی اصلا معتقد نیستن که یه امر مستقل فرض کنید که جدای از جهان طبیعت وجود داره، که یه امر واحدی اونجاست که بعد همه از اون مثلا باهاش ارتباط میگیرن. به این معنی که این نقدیه که بعضیا به کثرت انگاران یا کثرت گرایان وارد میدونن در نسخه‌ای که به خصوص شما ارائه میدید، اونا میگن این کثرت انگاری که شما میگید در واقع یک پوشش دیگه برای انحصارگراییه. به این معنی که شما میگید که بله من باز هستم به روی کسانی که تجلی‌های متفاوت از امر متعالی رو میپذیرن، خب اونهایی که بیرون از این هستن باز در این نگاه پشت در میمونن دیگه، به این معنا انحصارگرا هست دیگه. چه کسی بیرون هستن؟ یعنی کسایی که از هیچی ادیان بیرونن؟ نه 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 نه، ممکن حتی داخل ادیان، داخل ادیان هستن، معنویت های متفاوت دارن، معنویت های دینی ندارن. اتفاقا گوهر آیین بودای تبتی اینه که چنان امر واحد استعلای مستقلی وجود نداره، و مدل شما در واقع پیش آفیشون رو بزن یه تمثیل بکنید. اگر اجازه بدید بحث استعلایی برای اینکه خودش به تنهایی بحث جداییست رو اینجا بیشتر از این روش نمونیم، ولی اشاره به شاخهای مختلف بودیسم مهمه، از این جهت که شما میتونید راجع به شاخهای مختلف اسلام هم صحبت کنید. یعنی انحصارگرایی دینی میتونه به اینجا بیانجامه که شما هم دینان و هم کیشان خودت رو هم باطل بدونید دیگه. آیا این بر مشکلات اضافه نمی کنه؟ دعوای شیعه سنی رو مثلا میتونید دامن بزنید. ببینید اونی که دعوای شیعه سنی که درسته، منتها ببینید ما که از اون دعواها دفاع نمی کنیم. عرض من این استش که اگر شما به نحو معقول و موجهی به این نتیجه رسیدی که گزاره الف صادق است، هر جا، حالا بیرون دین داخل دین، به اقتضای به اصطلاح رئالیسم صدق شما باید بگید که من دلیل عقلاً موجهی دارم که گزاره نقیض الف کاذب است. متوجه هستم. به الهیات که میرسیم به خاطر ابهام ذاتی امر الهی پیچیده میشه. این اجازه بدید اون قاعده درسته ها. اجازه بدید آقای میردامادی و آقای نرقی، در همین حیطه نواندیشی دینی هستند نظری پردازانی، متفکرانی که اومدن چیزی گفتن که از نگاه شما میتونه تبدیل به ارتداد بشه، برای اینکه اون نواندیش رو ممکنه تبدیل بکنه به کسی که خارج از دین ایستاده.
و شما به دلیل اینکه با خودتون و با مخاطبانتون صداقت داری این رو فکر میکنید باید بیان کنید. خب این تا حدی ناشی از اینه که شما معتقد هستید به انحصارگرایی دین، یعنی فکر میکنید این برداشت من از این دین داخل دینه و به این ترتیب همسایه خودتون در حوزه نواندشی دینی رو ممکنه خارج از دین بپندارید. مسئله ارتداد اتفاقا یکی از بهترین نشانه های انحصارگرایی تقلیدی و جزمندیشان است، به این معنا که میگه اگر شما با باور من همدل نباشید از حقوق انسانی اجتماعی مدنیتون محروم میشید، یعنی حق ناحق بودن رو برای رقیب به رسمیت نمیشناسه و این دقیقاً نکته است که من در واقع باش مخالفم. یعنی شما میتونید باور خودتون رو صادق و باور رقیب رو کاذب بدونید و در این حال رقیب رو به عنوان یه عضو محترم برای یه گفتگوی علمی به رسمیت بشناسید. عضو محترم خارج از دین. بله، خارج از دین و در داخل منظومه فکری خودشون و به عنوان یه عضو محترم در جامعه مدنی صاحب حقوق. بذارید من یک تمثیل به کار ببرم که اتفاقا به ایتهی برمیگرده که خود دکتر نراقی گرچه الان از انحصارگرایی دینی رو دفاع میکنه ولی در اونجا در واقع یکی از مظلومترین و در اقلیتترین گروه ها رو جز پیشگامانش بوده تو فارسی و ازش دفاع میکنه. میخوام بگم این انحصارگرایی دینی بحث سیاسی اجتماعی رو وسط نیاره. ببینید شما دارید میگید آقا حقانیت ما انحصاری میکنیم ولی حق ناحق بودن میاریم، این مشکل رو حل میکنیم. در مورد همجنسگرها که شما بهتر از بنده میدونید تا دهه 60 70 حالا تاریخش رو شما بهتر از من دقیق‌تر میدونید که در متون پزشکی و روانشناختی گفتن یه بیماریه. تا اون دوره اونا نمیتونستن از حقوقشون دفاع کنن، حقانیت، ولی مادامی که بعدن اینقدر نقد شد و اونا از یه بیماری در اومد، اون در واقع آغاز این بود که اونا بتونن حقوقشون رو به دست بیارن. و این اساس این حقانیت و حقوق اینقدر به هم بی ارتباط نیست. یه نفر بگیم یه دینیست برای خودشون درست کردن و یه مشالاتان بودن، حقوقش رو نمیتونی ازش دفاع کنی. شما ببینید این دفاعی که شما دارید میکنید اتفاقا به نظرم دفاع خطرناکیه. یعنی شما میگید که در صورتی میشه حقوق اجتماعی رو برای افراد به رسمیت شناخت که اون افراد رو ما حق بدانیم، در صورتی که ما دلیل الهیه. ببین من دو تا دلیل رو، یعنی وقتی دلیل الهیات، دلیل من صرفا پراگماتیستی نیست، اگه بود اشکال شما وارد حق امر الوهی رو کسد انگاری بهتر دفاع میکنیم، به علاوه اینی که در عمل هم مدرا رو بیشتر گسترش میده، ترکیب اینا خب اونو ترجیح میده. ببینید استدلالی که شما کردید این بود، میگید ببینید مادامی که ما حقوق مثلا همجنسگرایی رو ما ناحق میدونستیم حقوقشون هم به رسمیت نمیشه. اینو برای تقویت بخش پراگماتیک استدلال ما شما دارید میگید که در صورتی ما میتونیم حق افراد رو به رسمیت بشناسیم که خودشون رو حق بدانیم. من میگم نه، همچین لزومی نداره. خب ولی یه نمونه به حال نمونه تاریخی دیگه، یعنی شما نگاه کنید تا قبل از اون خطرناکیه. این منطق خطرناکیه در صورتی که صرفا دلیل این باشه. آره، یعنی حقوق افراد نباید در گرو حق بودن باورهاشون باشه. کاملا درسته، ولی به لحاظ تاریخی مواردی رو میشه نشون داد که تا حقانیت اونها نشون داده نشده حتی حقوقشون هم نتونستن درست دفاع کنن. تاریخ اون پیشفرضشون غلط بوده، یعنی اونی که به اون نتیجه غلط رسیده این بوده که اون رابطه نادرست رو بین باور حق و حقوق اجتماعی برقرار کردن. آقای نراقی، آیا پیش اومده با خودتون فکر کنید که من که انحصارگرای دینی هستم؟ البته اونهایی که شما رو میشناسن میدونن در خیلی از زمینه ها شما لیبرال دینی هستید، یعنی بیشترین مدارا رو دارید نسبت به دیگرانی که مثل همین حقوق همجنسگرایی ذکرش کرد. ولی پیش اومده از خودتون بپرسید که منی که انحصارگرای دینی هستم و بر این اساس انحصارگرا هستم که گزاره‌های دینی خود رو برحق میدونم، یعنی آیا ارکان نه دینی تمام گزاره، بله یعنی اون اصول گزاره‌های ارکانی، بله گزاره‌های اساسی رو برحق می‌دونم، آیا این امکان رو باز می‌گذارید که به دلیل اینکه این گزاره‌ها از نوع گزاره‌های علمی نیستند، یعنی ثابت شدنی به معنی علمیش نیستند، یک روز ممکنه باطل از آب در بیان؟ بله. و آیا همین خودش کفایت نمیکنه که شما را از موزه انحصارگرایی دینی بیرون بکشه؟ ببینید شما هر باوری رو که صادق میدونه همیشه ممکنه که کاذب در بیاد، این که مشکلی نیست. به همین دلیلی که من عرض میکنم اونی که ما وظیفه داریم اینه که بر مبنای دلایل موجه باوری رو بپذیریم،
یعنی صادق بدونیم. مثلا اینکه بنده معتقدم که الان شما اینجا نشستید، من یه تجربه های حسی دارم و یه باورایم دارم. مثلا فرض کنید من داروی روانگردانی استفاده نکردم که برای مثال برای من توهم ایجاد بکنه. مجموعه اینا من رو به این باور میرسونه که جناب عالی اینجا تشریف دارید. از کانت بپرسید، یه کانتی ممکنه بگه که خیلی از شرایط زمانی و مکانی ممکنه مثل داروی روانگردان عمل کنه و شما رو بر حق خودتون برسونه. اما ممکن، البته من با این تفسیر از کانت موافق نیستم، ولی اگر شما این رو بگید، این رو شما به یه شکاکیت معرفت شناسانه میرسونه که دامن همه باور رو میگیره، نه فقط میتونه به شما وارد بشه. شما سعی کردید تمایز خودتون رو با نسبی گرایان و شکاکیون بیان بکنی، ولی واقعا بازگذاشتن در به روی تجلیات متفاوت از امر متعالی آیا به نسبی گرایی نمیرسونه شما رو؟ نه لزوما، نسبی گرایی موضع معرفت شناختیه. آنچه که من در کسات انگرای دینی گفتم در واقع موضع خداشناختیه. آقای دکتر هم به درستی گفتن. حالا آیا این موضعی است که تمام ادیان رو توضیح میده؟ به نظر من میده، نظرشون نمیده، ولی نقطه مشترک ما این بود که یک موضع الهیاتیه. ولی نسب انگاری معرفتی میگه هر کس به هر چیزی باور داره همون برای اون حقیقته. اگه نازی معتقده که یهودیا پسترن، پس برای اون حقیقته. ولی نسب انگاری قابل دفاع نیست، یعنی معلومه که آدم ها مساوی هن، میخواد هر چی میخواد باشه آینش. و این احساس اتفاقا موضعی که من گرفتم مبتنیه بر نفی نسبی انگاریه، کما که به درستی آقای دکتر نراگه توضیح دادن. یعنی معتقدم این موضع درسته و موازه بدیلش یعنی انحصار گرایی و شمول گرایی قابل دفاع نیست و موضعی که امر متعالی رو اساسا کنار میذاره اونم قابل دفاع نیست. ما در این برنامه از بحث رستگاری پرهیز کردیم، یکی به این دلیل که متفاوت است با بحث اصلی ما که حقانیت است، دوم اینکه خودش به تنهایی که امیدوارم یه زمانی بحثی راجع به این ضبط کنیم. اما شما موضع خودت رو در ارتباط با امکان رستگاری مشابه میدونی با آقای نراقی، برای اینکه آقای نراقی مراتب رستگاری رو بهش اعتقاد داره و میگه اونها که حقانیت دارن، حقانیت دینی و در سلوک خودشون صادق هستن، زیست اخلاقی، بله زیست اخلاقی پیشه میکنن، اونها به مراتب عالی میرسن. که البته همجوری گفتم این میتونه نوعی انحصارگرایی هم باشه دیگه. انحصارگرایی در مورد سطوح عالیه، چنین چیزی قابل قبوله برای شما؟ من تردید دارم هنوز. یعنی احساس میکنم که اونو یه نوع بازسازی انحصارگرایی حقانیت، انحصارگرایی حقانیت و سرریز اون رو موضوع رستگاری. و به نظرم این مدل از رستگاری احتمالاً قابل دفاع تره که در روز بازپسین گویی همه در جنب امر الوهی هستن، حالا با تجلیات مقدس. آیا در اون جهان خدا رو در اون ذات بدون تجلی خودش میبینیم؟ این بحثی مفصل و چه بسا هیچگاه حتی در قیامت رخ نده. ولی اینی که هر آن کسی که از صداقت برخورداره در جنب رضوان الهی است، حتی بالاتر از اون رو هم برخی عارفان گفتن که اونایی که از صداقت برخوردار نیستن هم اونا هم باید یه کلاس جبرانی دنیا برن و باید چه بسا با یه تأخیر اونا هم در جنب رضوان خواهند. پس اگر رستگاری طبقاتی نیست، شما معتقد هستی که آدمیان به درجات متفاوت رستگار نمیشن، رستگار میشن. ما نمیدونیم چطور، اما رستگاری کسی دیرتر کسی زودتر. آها شما زمانیش کردید. آره. آره. به چه معنا؟ به این معنا که در واقع چون از دیدگاه دینی ما ابدیت در پیش داریم، یا دستگیدن دیدگاه دینی که بنده ازش میام، ابدیت در پیش داریم، اون کسی که در این جهان حالا به هر دلیل در معرض حقانیت بوده گویا زودتر به کلوپ ابدیت به تعبیری تنظامیش پیوسته. من این نکته رو درباره نظر آقای دکتر میردامادی بگم. ببینید سوال اصلی اینه که آیا رابطه میان صدق و رستگاری وجود داره یا نه. کسانی مثل جان هیک در واقع در اون مدل بت عیاری در واقع یکی از راه‌هایی که بتونن رستگاری رو برای همگان تأمین بکنن رابطه رستگاری با صدق رو حذف کردن. گفتن اصلا اینکه شما چه باورایی دارید در مقوله رستگاریش دخالتی نمی‌کنه. من نمی‌دونم آقای دکتر میردامادی به این موضع هیک معتقدن یا نه، اما اونی که من در واقع ازش دفاع کردم اینه که انحصارگرایان مطلق
در قالب موارد میگه اصلا صدق شرط لازم و کافی برای رستگاری، یعنی شما اگه نداشته باشید اصلا به رستگاری نمیرسید. موضعی که من پیشنهاد کردم بینابین بود، یعنی ربط بین صدق و رستگاری وجود داره، اما این ربط مربوط به مراتب عالی تقربه. بنابراین سوال اصلی در اینجا اینه که آیا شما یک ربط میان صدق و رستگاری میدونید یا نه؟ دو، اگر میدونید این ربط رو چجوری تفسیر میکنید؟ خیلی کوتاه شما این رو جواب بدید، من آخرین سوال رو حتما باید بپرسم، ولی این رو جواب بدید. ربطش رو فقط به لحاظ زودتر پیوستن به مقوله رستگاری یا دیرتر پیوستن، ولی بلد. ولی حقانیت از صدق، حقانیت از رستگاری سراسر جدا نیست. بسیار خوب، از بحث حقانیت که بگذریم، شما آیا امکان رستگاری رو به روی کسانی که اصلا به هیچ وجه اعتقاد دینی یا اعتقاد به امر متعالی ندارن میدونی؟ یعنی این امکان رو براشون گشوده میبینی؟ گرچه از دیدگاهی که من از اون دفاع میکنم، دیدگاه او ممکن است حقانیت برخوردار نباشه، ولی مادامی که صادق و گشوده است، ولی اینکه نرسیده باشه از حقانیت برخوردار. شما چی آقای نراقی؟ نتیجه طبیعی موضوع من، یعنی حقانیت شرط لازم برای رستگار شدن نیست؟ نه خیر، عرض من این بود، صداقت در مقام سلوک فکری و معنوی و زیست اخلاقی شرط کافی رستگاری و صدق شرط لازم سطوح عالی رستگاری. هستم، ولی بذارید واضح تر بگم. یک آتئیست که در اعتقاد خودش صادقه و سلوکی پیشه میکنه که بر اون اساس استواره، به نظر شما امکان رستگاری براش هست؟ و به نظر شما شرط کافی رو احراز کرد دیگه؟ بله. شاید ما باید در این بحث کسی هم، البته در بحث رستگاری خواهیم بود، کسی که ببینیم تفاوت آرای شما با کسی که رستگاری رو منحصر به حقانیت دینی میدونه چه است. نکته مهم اینه که این نوع رستگاری با این انحصارگرایی معرفتی که من ازش دفاع کردم قابل جمعه. یه سطحش قابل جمع دیگه، سطح عالیش قابل جمع نیست. یک سطحش، یه سطحی از در شما هم که قائل به مراتب شدید دیگه، مراتب زمانی بود نه مراتب طبقاتی. یعنی یه عده دیرتر میرسن، یه عده مثل شما بالاخره سنگ رو میذید تو آتیش دیرتر میسوزه تا برگ کاغذ، ولی نهایتا همه میسوزن. ولی به هر حال یه تفاوتی اونجا هست. بله، ولی تفاوتش طبقاتی نیست، مراتبی نیست، فقط زمانه، ولی در نهایت همه در جنب رضوان الهی. یه تبعیض زمانیه. بله، ولی نه مراتب طبقاتی که یه عده تو رسپشن هم یه ده مثلا تو کوچه میخوابه. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگاری نفته میرسیم. تشکر از اینکه پای بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، آرش نراقی و یاسر میردامادی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم قابل دریافته. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی را به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.